اثر ارسکین کالمن با شرکت چارلی گرافین، مارجوری رینبو، جین کرمی، ویلیام تریسی، دانا اندروز و وارد بورد. فیلمنامه از نانالی جانسون، تهیه کننده داریل اف زانوک، کارگردان جان فورد. تهیه شده توسط سایت اینترنتی ایران فیلم. امروز جاده تنباکو این شکلیه. اما 100 سال پیش موقعی که اولین استرا اومدن جورجیا با حالا فرق داشت. از قله کوه تا کنار رودخونه سوانا کشیده شده بود. از میون حاصلخیزترین مزارع پنبه و تنباکوی جنوب و خونه های قشنگی که خود استرا ساخته بودن میگذشت. اما اینا مال 100 سال پیشه. بالاخره حاصلخیزی زمینم عمری داره و کم کم قوتش گرفته میشه. اما خیال میکنین لسترا ولش کردن؟ نه جانم، سر جاشون موندن. البته هرچی داشتن و نداشتن از بین رفت. و این جاده تنباکوی امروزه. سلام هنری، چطوری؟ میگذرونیمش. خب خوبه. راشیب، خبری که شنیدم درسته؟ بشی برگشته؟ آره، هفته پیش شوهرشو تو استیتبک چال کرد. خاک اون خوش نشده از باباشو جمع کرد و برگشت. اوه، چه جانی؟ Say, is she still full of the spirits? Cheater, it's worse and more of it. باور کن وقتی میبینم اش دلم میخواد بزنم سرم و بشکنم. Singing and yelling and hallelujahing. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Someone far from harbor you can guide across the bar. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. She sure got a powerful voice. Ain't been quiet since she got back. خب خدا بجنیم. اینم داره زوارش گر میره. همین که را میره تا شکرش باقیه. چی بود؟ باید سال دیگه یه فکری واسش بکنم. خدا بجنیم. تو چه مرگت شده؟ Supper ready? Supper? What about that wood? Well, there it is. Can't you see it? How come I can still see it? How come you didn't sell it?
Hey, can't sell no wood if nobody wants to buy no wood, can you? You're the craziest old fool I guess I ever did see. That's the fourth time you're taking that same load of wood to town and brought it back. Ain't even had it out of the car. Well, I ain't going to take it out of the car. Hey! یه آن داری میاد! یه کیسه هم دستش حتما یه چیزی توشه. کیسه شلغم ریخته. شلغم؟ اوه، من الان میتونم یه بار شلغم بخورم. اگه شلغم باشه لو به مادر زن پیر بیچارش یه خورده میده. آره آره به منم میده. آخه من لو از همه چی گذشته خیلی با هم رفیقیم. بیا بیرون برگردی بانمون کنیم بانمون کنیم اصلا اونو ندید بیرون برگردی بریم خودتون نیاریم. خیلی وقتی که هم دیگر ندیدیم حتما با اون باری که تو کیسه داری خیلی خسته شدی. حالا هرچی توش هم من خسته نیستم. راستی پر چطور حالش خوبه؟ من برای همین اومدم راجع به پر صحبت کنم. خون دفعه دیگه چکار کرده؟ دوباره باید بد رفتاری کرده؟ جیتر تو باید یه چیزی به پر بگی. من از اینجور کارهای اون دیگه خسته شدم. رفتاره خودت باش خوب بوده؟ چه رفتی به موضوع داره؟ اون زنه منه مگه نه؟ خب این نفع چی کار کردی؟ والا یکیش اینه که با هم حرف نمیزنه. میخوای چی بهت بگه؟ هرچی واقع میکنه. مثلا میتونه وقتی از سر کار برمیگردم ازم بپرسه خسته یا نه، یا بگه داره بارون میاد، یا بپرسه کی میری اصلاح. خیلی چیز هست که میتونه بپرسه اما اصلا صداش در نمیاد. خب شاید تو باش درست کار نمی کنی. هر کار از دستم برمی اومده کردم. لغتش زدم، روش آب داغ ریختم، با مشت زدم تو گیجگاش. وقتی دردش میگیره میشینه گریه بکنه اما این که حرف زدن نیست. خب بابا حرف نزدن که چی دینی که آدمو کفی بکنی؟ خب همین آدم که مادرونه 10 سال اول عروسیمون با من حرف نمیزد. همون بهترین سالهای زندگی من بود. فرارم میکنه دیگه، از دستش جونم به لبم رسیده. یه خود حوصله کن جونم، یواش یواش سر عقل میاد. خون همش 13 سالشه. گوش کن چه میگم لابلیسی، اگه از رفتارش راضی نیستی برش گردون اینجا، برو یه زن دیگه بگی. میخوای جاش الیمه یا بگم؟ من هر دفعه اومدم دهن وا کنم دیدم میخوای الیمه یا بهم بندازی. 100 دفعه بهتون گفتم محلش نیستم. من زن جوون میخوام. اگه من با یه زن 22-23 ساله عروسی کنم همه مردم به هم میخندن. سلام لا. سلام الیمه. تکلیف من و پل چیه؟ یا میشه بهم بگی چون چیشه که دسته که چیه؟ از وقتی اومدی یه بند دارم نگاهش میکنم، خدا میدونه چقدر دلم بخواب بدونم. شلقم خیلی عالی. الان یه اشتاره که شلقم حسابی نکردم از بهار گذشته. خدا فقط خدا میدونی که من چقدر کشت مرده شلغمم. میدونی من میتونم یه کیسه پر از شلغمو بخورم، حتی یه گاری پر از شلغمو بخورم. قول میدم تا غروب تمومش بکنم. شکم از صابون نزم، من به کسی شلغم نمیدم. What a mean thing to say to her poor old pa. Ain't you gonna give me just a bite, love? No. I'll tell you what I'll do, love. I'll make you trade for some of them turnips. I ain't trading turnips with nobody. I tell you what, if you'll give me some of them turnips, I'll go down to your house the first thing in the morning and I'll tell Pearl she's got to behave herself. I'll tell her that ain't no way to treat a man who's gone to the bother of marrying her. And I'll tell her she's got to stop hiding in them bushes and ask if it's going to rain. And You're going to get your hair cut. What do you say, love? I don't got to pay you for that. I already give you some quilts and 2 quarts of cylinder oil and $7 to marry Pearl. And that's enough. You got to make her behave for nothing. Just one little bitty bite, love. Ain't no use you niggling at me.
Love. Please, love. And all my children all the time blaming me because the good Lord made me poverty-stricken. Them and them all the time bawling me out because they ain't got nothing to eat as if I had anything to do with it. Sometimes it looks to me like the good Lord's got it in good and plenty for a poor man, but I ain't complaining. No, sir, I ain't complaining. Oh! 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 I wish I'd known what kind of family I married into. I wouldn't have done it. خدا کنه لو زیاد ازمون دلخور نشده باشه. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Bye, Lazita. Huh? Will you join me in a song? I'd like to. What do we sing? It's the old-time religion. That's good enough for me. It's the old-time religion. It's the old-time religion. It's the old-time religion. It's good enough for me. Makes me love everybody. Makes me love everybody. Makes me love everybody. It's good enough for me. It'll take us all to heaven. Yeah, that is all right, you know. I feel better already. Cheetah Lester? گناه کردی. کی من؟ بله. امروز صبح تو رخت خواب دراز کشیده بودم، صدایی شنیدم که میگفت خواهر بسی، بلند شو برو پیش جیت لستر، بازم گناه کرده. حالا مطمئنی که منو با یکی دیگه عوضی نگرفتی؟ صدا گفت خودت بودی. والا من هیچ کاری نکردم. هیچ گناهی؟ والا گناه بزرگی که نبود. خب شاید یک گناه کوچیک باشه، اما خب نمیشه اسمش گناه گذاشت. پس چرا صدا میگفت گناه کردی؟ شادش خدا میدونی که من چه گناهکار بزرگی بودم. حتی میخوام بگم اون روزا من گناهکارترین آدم روی زمین بودم. این اواخر چی؟ نه این اواخر نه. ها با شنیدن این حرف خوشحالم دیتر، چون امروز میخوام سر سر جاده تنباکو رو سرکشی کنم. شروعش که خوب بوده. بچه ها شترن؟ حالشون خوبه، اما هنوز بیدار نشدن. آخه امروز صبح یک کمی خسته بودن. خواهم از خاله من بشی سلام برسی. سلامت باشی خواهر بشی. چیتر چرا اینجا قایم شدی؟ نمیخواستم با اون رو برو بشم. اینجا جاد راحت هم کاپیتان جان داره بر میگرده. کاپیتان جان که مرده؟ سرشو میگم کاپیتان، تیم چه فرق داره؟ داره بر میگرده جاده تنباکو. دوباره میخواه به رعیت رو وام بده؟ همه همینو میگه. آدا خدا رو شو کاپیتان جان داره بر میگرده. کاپیتان جان نمرده. چرا؟ میخواد یه قاطر حسابی و کلی بزر پنبه و کوب بهم بده. منم میخواب کی توی زمین ها شخ زده؟ خودت من تا 7 سال پیش. اولین کاری که باید بکنیم اینه که تمام شاخ و برگای کهنه رو بسوزونیم، همه یه مزرعه رو پاک کنیم، دود
ببین میتونی یه مالبن پیدا کنیم تو آشپزخونه یه رکاب مالبن بود گمونم ننه خوردتش مره حتی دارم منو دود بتونیم هر جریب یه عد برداشت کنیم آخه حالی که الان دارم عادت جور همون حالیه که هر سال موقع بهار داشتم بوی شاخ و برگ سوخته یه باغ به دماغم میخوره باد از روی زمین تازه شخ زده داره میاد پایین تر روی زمین و آدم حس میکنه که یا باید کاشت و یا مرد. چی داری میگی؟ بهار اومده و رفته. فایده ایم نداره امروز شروع کنیم ببین. چی رو؟ من که چیزی نمیبینم. هم اگه آتیش روشن کنیم اما بارو میاد خاموشش میکنه فایده ای نداره. امسال محصول بی محصول جیترلسته. حتی اگه آقای تیم بیاد به تو قاطر و بذر پنبه و کود بده شب و روزم آفتابی بشه باز امسال از محصول خبری نیست. تو چی داری میگیدم؟ محصول بر نمیداری واسه اینکه روحت گناهکاره. تو از لوبنسی شلغم دزدیدی و این موقع سال وقت دزدی نبود. نه داماد منه آدم که از دامادش دزدی نمیکنه اون قوم خیشمونه. و از همه اینا مهمتر تو رفتی پیش خواهر بسی رفتی بهش گفتی که اصلا شلغم ندزدیدی. خب ندزدیدم. خدا به کسی که موقع کاش دزدی کنه کمک نمی کنه. به کسی هم که دزدی کنه اما دروغکی بگه نکردم کمک نمی کنه. صبر کن خودت می بینی. من چیزی ندزدیدم. خودت می بینی. نه من از این چیزا نمی ترسم. شرقم نمی تونه منو بترسونه. نه خیلی آدم نباید از شرقم بترسه. اونم یه شرقم بیقابلیت. حالا دیده به خاطر یه مشلقم بیارزش این همه سر صدا را بیفته. چیزی نمونده بودا جیته. آره میدونی کاری که با لاغنسی کردم داره وجدانمو ناراحت میکنه. Morning, Henry. Hello, Jeter. Is Sister Bessie at home? Sister Bessie? In the sweet by and by, we will meet on the... لا 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 صبح بخیر برادر. سلام خیر باشی. به به خواهر ادا خیلی خوشحالم میبینم که اینقدر حالت خوبه. چی میخواد یه چیزی بهت بگه. آره خواهر باشی من دیروز یه اشتباه خیلی بزرگ کردم اما اون موقع به کلی یادم رفته بود. آخه شیطون رفته بود تو جلدم. منم خب چند تا شلغما لوبنسی رو برداشتم. نه اون شلغما رو دزدیده. آره خواهر باشی اونا رو دزدیدم. Sure need a prayer about it. Mad as any man you ever seen. I just got to clear my soul so nothing won't stand between me and a crop of cotton. Cheetah, where are them turnips now? Well, to tell you the truth, Sister Bessie, we had them. Oh. I'm not sure they doesn't get you. It's Shalgam Thomasini. لای موقع ایسا شلغم تابستونی از کجا گیر آورده؟ شلغم تابستونی نیست، شلغم زمستونیه. فکر نکن رفتم پیشش و بهش گفتم که شلغم تابستونیه. حد داری؟ بهش ببینم مزه اونی که داره. بذار منم بچشم. به نظر منم شلغم تابستونیه. معلومه که تابستونیه. اگه نمیترسیدم بزنه دم میرفتم سراغش و بهش میگم. خیلی خوب حالا بشین. Oh, Lord,
Jeter Lester's at it again. He stole all of Luck Benz's turnips and now he's had them all up. It's too late to do anything about that now. But it do seem to me like I never did see such a stealing man in all my born days. Amen! Now, Lord, you gotta make him quit right now for good and all. Amen. Does that clear me? It will, if what? You don't do it no more. Anybody else? Well, while you're at it, you might mention Dude, because he's the most sinningest one in the family. Dude? Is this Dude? Yeah, come on here, Dude. Sister Bessie's gonna pray for you. Well, I do declare if he ain't a grown-up man now. Why, when I went away, he weren't nothing but a skinny little old boy. Yeah, I guess he must be about 20 now, ain't he, ain't he? Mm-hmm. You know, I do wish he had more sense, though. Well, I guess he's about got his growth, though. Oh, he's pretty, too. Kneel down, Dude. I don't want nobody praying for me. Kneel down before I knock you down. You lay a hand on me, you old fool, and I'll toss you over this house. You see, that's what you got to pray for. He ain't got no respect for his paw. Oh, Lord, save Brother Dude from the old Nick and make a place for him in heaven. That's all. Amen. Lord, be praised. Wait a minute here. That seems to me like a darn short prayer for a sinner like Dude. Dude don't need no praying. He's just a boy. Hey, you! اونجا نگاه کن، هنوز سر حاله. حالا چطوره جیتر؟ کاپیتان جیم. خدا رو شکر. کاپیتان جیم. کاپیتان. خدا رو شکر. کاپیتان جیم. شما هر روز بیشتر شبیه پدرتون میشین. از دیدنتون خیلی خوشحالم کاپیتان جیم. ادا که یادتونه. البته، حالتون چطوره خانم لسه؟ And dude, don't you go there, dude boy. Put him out of it, Bubba. Hold on a little dude, bit. Dude, how'd you like to have a horn of your own? Oh, ain't nobody gonna give me no automobile horn. Come on, sit down here beside me, and I'll give you a horn of your own. How'd you like to have a nice break? Let go of me! Don't shoot me! I'll get you a horn! I'll get you a horn! دود، هی حتی بیشتر از بوغ باشی میتونه صدای بوغ در بیاره. دود آخرین پسر منه، بهش افتخار میکنم. خب جیتر، اوضاع محصول چطوره؟ محصولی نیست، شکر خدا 7 سال اخیر محصولی نبوده. یعنی کسی پول نداره محصول بکاره. برای همین همه خوشحالن که شما اومدین بهشون کمک. چه کمکی؟ من فقط یه قاطر و یه خونده بس پنبه و کود میخوام. یه دقیقه صبر کن جیتر، من نمیفهمم این فکر از کجا پیدا شده. متاسفم جیتر، ولی نمیتونم به شما کمک کنم. راستشو بخوای وضع منم خیلی بهتر از شما نیست. نفهمیدم کاپیتان جیم. تو بهش بگو پینت. خب ببینید آقای لستر، من نماینده بانک آگستا هستم. ما اومدیم پول جمع کنیم نه قرض بدیم. یعنی نمیتونم قرض بگیرم که بتونم امسال زراعت بکنم؟ متاسفانه نه. من باید قرض بگیرم واسه اینکه من و خانواده‌ام اینجا داریم از گرسنگی میمیریم. آقای لستر، هیچ وقت به رفتن از اینجا فکر کردین؟ بریم تو اون کارخونه های لعنتی؟ اگه دارید از گرسنگی میمیری؟ هیچ ربطی به موضوع نداره کاپیتان جان. من به من گفته بود من تا وقتی دلم بخواد میتونم اینجا بمونم. گفته بود دیگه فروشگاه فولر به من قرض نمیدن، اما من میتونم با خانواده خودم تا موقع مرگ همینجا زندگی بکنم. شما که میدونین کاپیتان جان. آره میدونم چیتر، ولی ببین، زمینای اینجا دیگه مال ما نیست. بانک اونا رو تحویل میگیره. منم کاری نمیتونم بکنم. منم من که سر در نمیارم. اینجا قبل از من خونه بابام بوده و قبل از اونم خونه بابای اون بوده. خدا میدونه قبل از اون چند تا لستر دیگه بودن. اینجا قبل از اومدن اونا هیچی نبود. اونا اینجا در سختن باشته های تنباکون و 15 مایل از کوه تا رودخونه میکشیدن. حالا نه مال منه نه مال شما، مال بانک لعنتیه، کسانی که این زحمتی نکشیدن. ما نمیخوایم به کشاورزی قدیمی سختگیری کنیم آقای لستر، ولی خیال داریم تمام این ناحیه رو زیر کشت علمی بذاریم. اینه که دیگه جای شما نیست. خب اگه میخواییم توش چیز بکنیم چرا من نباید بکنم؟ من سالا تو این زمین چیز کاشتم. متاسفانه غیر ممکنه.
نکنه خدا نذاری من بیرون کنه کاپیتان تیم. من شاید زیاد عمر نکنم و اگه اونا بیرونم کنم ممکنه خیلی زودتر از اینا بمیرم. خواهش میکنم نذاری من بیرون کنه. باشه کاپیتان تیم. خب نظر چیه پی؟ میشه براش کاری بکنی؟ نمیدونم چی کار میشه کرد آقای هارمون. اگه اجارهشو بده شاید. اجاره؟ من انقدر پول در نمیارم که شیکممو بایسیر کنم. خب بچه ها چطور جیتر؟ بین بچه ها کسی نیست بتونه بهت کمک کنه؟ والا بچه هم باید چند تان؟ بالای 17-18 تایی میشدم. یه نفرشون هم نیست کمکم بکنه. اجارش چقدر میشه پین؟ سالی 100 دلار. 100 دلار. چه وقت باید بدن؟ بعد از ظهر یک شنبه آینده من میام اینجا. این تنها کاریه که میتونم بکنم. کمک زیادی نیست. شاید بتونین قبل از یک شنبه از یکی از بچه‌ها یا کس دیگه بگیریم. آجیتر داشتم یه خورده زورت تازه میبردم. شاید به دردت بخوره. خدا حافظ جیتر. خدا حافظ کاپیتان تیم. بعد از ظهر یک شنبه میام اینجا. روز یک شنبه. خدا رو شکر. خدا رو شکر روز از حالا داره برامون بهتر میشه. بیا بیا من تو بریم خونه پیش از این که دود و علیمهی برسن اینا رو بخوریم. من صاحب بوخ شدم. لباسم کجاست؟ میخوام برم پوله. لباسم کجاست؟ موقع شب برای چی میخوای بری فردا؟ میخوام برم یه اتومبیل نو بخری که یه بوخ گنده داشته باشه. گفتم لباسم کجاست؟ زیر رخت خواب. Don't be too long, dude boy. Is that boy crazy and we think he is? سلام برادر جیتر. سلام خواهر بشین. سلام خواهر آدم. سلام خواهر بشین. خوش کن خواهر بشین. چی شده؟ تو به دود گفتی میخوای برایش یه اتومبیل نو با یه بوق گنده بخری؟ آخه من رو دود برای این بر اون بر رفتن و موعظه کردن ماشین میخواهیم. یعنی تو اینقدر پول داری؟ از حق بیمه شوهر مرحومم به اندازه این ماشین پول دارم. شاید بیخود بیشتر. Sister Bessie's got herself a whole mess of money. Come on, let's go get that automobile. Oh, dude boy, you're as pretty as you can be. شبکن ببینم برای چی میخوای دود با خودت ببری اتومبیل بخری؟ بهتره منو جای اون ببری. آخه دود از هیچ جای اتومبیل سر در نمیاره غیر از بوغش. مگه نگفته؟ چی رو نگفته؟ آخه میخوایم با هم دیگه عروسی. یا لرا بیا بیخوا وقت طلب نمیده. بسیم این طریق خراب شده. برادر جیتر امشب باز همون صدا بلند شد. به هم گفت با یه مرد جوان عروسی کن خواهر بسی، چون یه خانم فهمیده‌ای مثل تو باید با مرد خوبی عروسی کنه که بتونه تو موعظه کمکش بکنه. با کمک همدیگه خوبی رو همه جا پراکنده کنید. خیال کنم منظورش دود بوده. آخه دود که عقل حسابی نداره واعظ بشه. اون حرف روزمره شو بلد نمیزنه. چه برسه بکنم واعظم با اونم یادش میده. نظر خودم چیه دود؟ من فرقی نمیکنم. من فقط یه بوق گازه میخوام که رو ماشین خدایه بزرگ، دود من میخواد باعث شه. نمیدونم، درست نمیدونم خواهر بشی چقدر پول داره. یکی اجور شاید هم حاضر بشه حدود 100 دلاری به هم قرض بده. نه نجانم بگیم. ها
اگه نخواه قرض بده باید دید چطوری میشه ازش کش رفت. یادم بندش فردا راجبش فکر کنم. باشم. میخوام جواز عروسی بگیرم. اینا پر کنید. میشه شما پر کنید؟ سواد نوشتن ندارم. میتونید امضا کنید؟ قلم دستم گرفتم. اسمتون چه؟ خواهر بسی رئیس. با کی میخواین عروسی کنید؟ با اون. اون بچه؟ با اون که نمیخواین عروسی کنین. اون هنوز بالغ نشده. اونم میخواد. چند سالتونه؟ باید این سوال جواب بدم. قانونشه. اگه سنتون نگید نمیتونم بهتون جواز بدم. والا تو همین چند وقت پیش 38 سالم بود. چند وقت پیش؟ الان 44 سالمه. اما نشون نمیدم. گوش کن بچه. ببینین سعی نکنین اونو برای چی میخوام با یه همچین زنی عروسی کنین؟ باید دختر همسر اگه بخوای حرفشو بزنی همینجا یه قشقرقی رو میریزم که هست. نمیدونم خواهر باشی انقدر تو گوشم خوند که قبول کرد. این با چی میخواد خرجت بده؟ روزی دست خدا. پس میتونی بری یه شهر دیگه. تو این دفتر نمیتونید ازدواج کنید. برید میگم. تو نمیتونی جلوی مرا بگیری. خیال داری چیکار کنی؟ تو هم همینطور خان. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dew eve, waiting for the harvest at the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Shall we gather at the river? Yes, we'll gather at the river. The beautiful river. Yes, we'll gather at the river. The beautiful river of love. Yes, we'll gather at چی شده؟ اگه بیشتر از 800 دلار نشه پولش دارم. چیه؟ پسر چه؟ دود لسته گذاره همسایه مونه. من اون قراره با هم عروسی کنیم. مال بانک اگستان. تا مربوط 24 سالشه تو فقط بگو میکشی یا نه؟ به بانک تلفن کن ببین پول داری یا نه. اگه بخواییم میتونین همین حالا ببریم. سلام به روزهای خوب. Bye everybody. In the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore.
sweet, by and by, we shall meet on that beautiful shore. چه اتابا بینه قشنگیه، اونه پشت رولشه. همه بچه هم اینجا بودن، اینو میدیدن صدای قشنگش هم میشن. زد به درخ، اینم شد راننده که بچه. تیاره را از سر را بزن کنار، اگه اونه نزنی کنار که من نمیتونم این اتومبیل ناره بیارم. چو چلی نمیتونی بچه جون، بزن بهش، حال بده بندازش کنار. دیدی گفتم میتونی بیاریش تو؟ اگرانم این اتومبیل خیلی قشنگیه. میدونستم تو شانس داری بچه جون، از اولش معلوم بود این خوشگلترین چیزیه که در تمام عمرم دیدم. بله اتومبیل خیلی خوشگلیه. بده به من بابا درستش کنم. بده به من بچه جون، این چپکی شده، خیلی هم چپکی شده. میشه دل رودش اومد بیرون که خیلی هم چپکی شده، اینش بی خوده. اصلا مگه این برا رفتنش کاری داره؟ نه هنوز این اولش میده، بوقش هم اینجای ویرادی نداره، این هم که خریدم سرده میده. این برا من روز بسیار بزرگیه. بسی تو ببینم، تو دود میخواین همین جوری عروسی کنین یا خیال داری اجازه شهرداری رو بگیری؟ اگه به ماشینم دست بزنی حسابی خبرت میرسم. تو جدا پسر خوششانسی هستی، تو یه روز هم صاحب اتومبیل شدی، چیزی که خوابش هم نمیدیدی هم زن گرفتی. هر مرد این شانس نداره که زنی به قشنگی و سن و سال خواهد بزید. آره که نداره، فقط من آره دیدم. چونم آره she'd make a great wife for any man. I don't care where you'd find him. Shut your mouth, Brother Jeter. You know, anyway, Sister Bessie, she's just like one of the family. Yeah, just the same as if she was born in it. خب دیگه هرچی ما داریم نسبش مال اونه، هرچی هم که اون داره نسبش مال ماش. اون دیگه هم خون ما شده. چه زبون خوبی داری برادر جیته. آره بگنی بشی عدب و من به تو و دود و اون اتومبیل خیلی افتخار میکنیم، فقط نمیدونیم چقدر براتون تموم شده. $800 نقد بالاش پول دادم، اونم تو یه نظر. $800؟ میدونی آدم $800 واسه آدمای فقیر بیچاره‌ای مثل ما پول زیادی به حساب میاد، نه واسه خواهر بسی که اون همه پول از بیمه شوهر خدا بیامرزش گرفته. این پولا چیزی نیست. میدونی اگه من ازش بخوام هر تمام دارو ندارم همون بود. چی گفتی؟ گفتم همه پولی که به من داد همون بود. خب شاید 75 سنت دیگه هم مونده باشه، اما اصلی پول همینقدر بود. یعنی میخواه بگی $100 نداری که به من بدی من بدم به اونه تا منو نندازم بیرون؟ کسی نخواسته به تو پول بده، اگه بسی $100 داشته باشه میدتش به من، مگه نخواهر بسی؟ من ندارم که من روش حساب میکردم. بی خود حساب میکردی، پاشو برو به کارت خفه شو. چرا خفه نمیشه؟ ای ازت $100 پول میخواد، اگه تو پول داشته باشه میده به شوهرت، مگه نه؟ بیا سوار شو بریم بگردیم یه ذره. چرا نمیخواه به وامیمونه منو میدوزنم بیرون؟ خب چیکار کنم؟ تو دیگه پیر شدی، نندازنت بیرون میری. اگرم نمیری میگیرن و میندازن تو گداخونه. این حرفا رو به پدر مادرت نمیزدی. You wouldn't be making things worse than
میرم. کجا میری خاله؟ وایسا کجا میری؟ سب کن ببینم بزن جون. گاهی وقتا به این سر و فن میفتم که اگه یه لباس قشنگ داشتم بپوشم، حاضر بودم یه جای قشنگ پیدا کنم برم توش بخوابم و بمیرم. بالا جناب، تو هیچ وقت یه لباس حسابی گیرت نمیاد. یه عمر اینو بهت قولشو داده اما آخرش نمیری. با همین لباسم که تنته چالت میکنه. به مادر پیرت این حرفو نزن پشت. میزنم خوبم میزنم، انبوغ میزنم، کمر میزنم. بالا جناب پیر خلاف پر کم شو. میخوای تا صبح رو این زمین سرد بشینی؟ آره، مثل این که خداوند هر بلایی که به فکرش میرسیده به سر من نازل کرده تا امتحانم کنه. اما میدونیم او حتما میخواد یک کار خیلی بزرگ باشم بکنه و الا اینقدر امتحانم نمیکن. خب هر کاری میخواد بکنه باید قبل از یه شنبه بکنه. آره میدونی اگه تام بود کمکمون میکرد. آره به نظر منم تام از همه بچه هامون بهتر. آره ویزیه کلارابل هم از همه بهتر بودن اما تام تو اون پسرام از همه بهتر بود. آره خیلی بهتر بود. خیلی. اما فعل با اون موهای بلند و بورش از همه خوشگلتر. اما تام خیلی با ما مهربون بود. دلم میخواست یکیشون برامون کاغذ مینوشت. امید اینو ندارم هیچ کدومشون بیان اینجا دیدنم اما فکر میکردم شاید لیزیبل برام بنویسه. شایدم نوشته که میدونم. هیچ وقت رفتی از اداره پست بپرسی؟ تو فایدهش چیه؟ من که نمیتونم نامه هاشونو بخونم که. حتما باید یه جایی چند تا نوهم داشته باشم. با این همه بچه ای که داریم حتما نوه هم داریم. همه میگن من نوه دارم. گرچه معلوم نیست اونای دیگه بیشتر از من این چیزا رو بدونن. به نظر من که خودم بیشتر از هر کسی بچه خودم رو میشناسم. اونایی که ما فعلا میشناسیمشون دود و پرل و علیمه هم. پنج تام که اونجا چال کردیم. میدونی؟ حد دارم که اگه تام خبر داشت بهمون پول میداد. شاید اما اگه به موقع خبردار نشه کمکش هیچ فایده نده. Sunday ain't but two days off. If the Lord's figuring on doing anything for us, he sure had better hurry up or else it's gonna be too late. این دفعه دیگه کلکی تو کار نیست. خودت میدونی وضعمون خیلی خرابه. یعنی میدونی که اونا میخوان من و آدا رو بفرستن بریم گداخونه. تو خودت میدونی من گناهای زیادی کردم. میدونی تو تمام این ناحیه از من گناهکارتر پیدا نمیشد. اینم میدونی که هیچ کس بیشتر از من به درگاه تو توبه نکرده. یعنی هر دو میدونی. خلاصه اومدم بهت بگم این یکی دو روز آینده باز هوای من خیلی داشته باشی آخودا، واسه این که مجبورم دست به کارایی بزنم که میدونم تو خوشت نمیاد
من میدونم تو از دوزی خوشت نمیاد. خودت میدونی من خواهر بسی رو دوست دارم. خب اگه دوستش نداشتم که به فکر اتومبیل تازش نمیافتادم. آه خدا، اومدم بهت بگم آه خدا، بهتره خودت پا پیش بذاری تا از این مخمصه خلاص بشم، و الا مجبور میشم خودم دست به کار میشم. آمین. خواهر بشی دیشب که خیلی بد حال بودم. میدونی جیتر، از کاری که دود کرد من واقعا متاسفم. اینه حتی به خودش هم گفتم. ناجیب این کتم از جا در بره. بوی خوبی هره مگه نه جیتر؟ آره. یه خود چیکوری میخوری؟ چیکوری چیه؟ من آرزو پختنی به دلم مونده. راشش من نمیخوام، میدونی که نمیخوام مجاهده بشم. مجبورم، مجاهده من نیستی بگی بشین. آره تمام کارهای زراعتی رو من با این دستم میکنم. آخه همه کارهای زراعتی رو با این دست کردن خیلی سخته، و این وضع هم خجالت آوره، هم یه جور گناه، خودت که میدونی. دود باید از این کارش خجالت بکشه. آره میدونستم تو ناراحت میشی. کاش کاری بود که میتونستم بکنم. شایدم باشه خواهر بشی. خب چیه؟ والا راستش اینه که قرار فردا با کاپیتان تیم راجع به یه موضوع خیلی مهم صحبت کنم. بعدش یه سال اوضاع جور میشه، اما فعلا یه کمی پول لازم دارم که باش بگذرونم. راستی؟ والا جاده که رد میشدم دیدم یه بار چوب اونجا چیده شده. به خودم گفتم اگر میتونستم اون چوبا رو ببرم و گسته بفروشم خیلی خوب میشد. اما اون چوبا که مال هنری پیبادیه. اما خودش که نیست. آره ولی این کار درستی نیست. یه دقیقه شب کن. نمیخوام بدوزمشون که، فقط میخوام اونا رو بفروشم، نصف پولشم بدم به خودش. خیلی هم خوشحال میشه به اینکه زحمت بردنش رو با آگوستا بکشه، پولشو میگیره. خب شاید در این صورت نه خواهر بسی، یادم نرفته، من توبه کردم. امید خدا. آره حالا میشه اون ماشین تو به من قرض بدی که چوب بکشی؟ نه دقیقه شب کن، خودت که میدونی اگه واسه خاطر ناراحتی دستم نبود هیچ من خواهشو نمیکردم. دستم تقریبا شکسته، نمیتونم باش. والا اول باید ببینم نظر دود چیه. دود؟ به اون چه دختر؟ مگه تو باید همه چیزی رو به شوهرت بگی؟ نه آخه این چیزه، شایدم نمیدونم، اما شاید غروب که برگردم اینجا یه چیزی هم برای تو بگیرم. انگار اشکالی نداره، اما فکر کنم بهتره تا اون نیومده از اینجا بری. برم؟ باشه خواهر بشی، رفتم. فهمت لعنت، بیا پایین. تیکت نکردم، بیا پایین. اکشادر لعنتی، بیا پایین. تیکت نکردم، بیا پایین. اکشادر لعنتی. دود چه خبر شده؟ چیکار کردی؟ اکشادر لعنتی نمیخواد بیاد پایین. حالا چیزیش نشده باشه؟ نه موتورش ایبی نکرده، بودش هم سالمه. دیدی؟ ببین دودی جون، جیته میخواد یه بار چوب ببره آگستا بفروشه. میری آگستا؟ خیلی خوب، سوارش خودم میبرمت. والا راستش نمیخواستم مزاحم کسی بشم، یعنی لازم نی، فکر کرده بودم خودم تنهایی برم. هیچ کس غیر از من نباید این اتومبیل برونه. اولا سوارش این همه رو بریم. پس بیم شما رو برگیم. چیانه چقدر کیف داره، بریدیم ببینم. هم میدونم هم دست جانی میره، خیلی بهم خوش میگذره. ایچه نه آجه جانمی بریزیم دود، بجم بریم.
برخلاف ماده 384. شما برید چوبا رو بفروشید، منم یه جایی همین دور و برا منتظرتون. باشه. کسی میگردی؟ آره جونم، میخوام رئیس بانکو ببینم. سوزمه ایشون با آقای رئیس کار دارن. میشه اسمتونو بگی؟ خب بله. خب چیه؟ دیتر لستر اهل جاده تنباکو. آه بله. یه دقیقه صبر کنین آقای لستر. خب امسال وضع محصول چطور آقای لستر؟ محصولی در کار نیم، مگه پول گیر بیارم؟ بفرمایید آقای لستر. حالتون چطور آقای لستر؟ بفرمید خواهش می‌کنم. ببینم رئیس بانک شمایی؟ بله البته، اون روز که با تیم هارمون بودم با هم آشنا شدیم. امیدوار بودم تشریف بیارید. حالا باید تشریفمو ببرم. چرا؟ مگه نایمدیم پول بدیم؟ نه بابا، تو هم دلت خوشه، اومده بودم قرض کنم. خب خدافش. کسی چوب نمیخره. فکر میکنم بهتره زودتر برگرد. بدون اینکه چیزی بخوری من گشنمه. نه، یه دقیقه شب کنین. میدونین من اونجا نشسته بودم و به هتل نگاه میکردم، یه فکری به سرم زد. به این فکر افتادم که چرا تا حالا نشده به عمرم یه شب تو هتل بخوابم. فکر کردم شاید بتونیم یه چیزی بفروشیم و سه نفریمون یه شب توی هتل بخوابیم. دیتر لستر، اگه تو این فکری که اتومبیل نوی منو بفروشی کار خوندی. حالا هر کسی یه شب از عمرشو باید تو هتل بگذرونه تا اینکه وقتی رفت تو جمع یه چیزی واسه تعریف داشته باشه. ببینم چی رو میخوای بفروشی. ها اینجا نگاه کن، این جاپاشو میبینی؟ به درد نمیخوره، ماشین فقط رو چارت چخ را میره. سلام آقا. عصر بخیر. ما میخوایم امشب توی هتل شما بگذاریم. باشه اینجا رو پر کنید. خودت پرش کن دیگه. خیلی خوب، اسمتون چیه؟ جیتر. جیتر چی؟ جیتر لسر اهل جاده تنباکو. خیلی خوب، اسم اون چیه؟ اسم دود دیگه. چه؟ دود لسته. خیلی خوب، ایشو؟ اینم خانم دوده. ما زن شوهریم. این قلمو بگیر، شما بگیرید. میشه یه دلار و نیم. منم بلد. از این طرف بفرمایید. حد دارم، آدم دلش میخواست با ما بود، میتونست یه شب تو هتل بخواد. بفرمایید. جایی خیلی خوبیه. راشی رو بخواید، من هیچ نمیدونستم هتل جایی به این خوبی و مرتبیه. کاش لوبنشی هم با ما بود. همین روزا تصمیم میگیرم بقیه عمرم رو توی یکی از هتل ها بگذرونم. شبه Hey, what's your bed for three people?
This is theirs. You're sleeping in here. What are you doing? اتاقمونو جدا جدا شد. یعنی آرام تو زندگی میکنم. میدونی شرط میبندم شرط میبندم وقتی براش بگم حرفمو باور نکنی. حالا سر جات میخوام نخوام. اون چراغا رو تماشا کنین. میخوام تمام شب بشینم اون چراغا رو تماشا کنم. شب بخیر شب بخیر شب بخیر شب بخیر. شب بخیر جیکه. سلام. صبح بخیر. صبح بخیر ناخدا. اینجا همون گداخونه؟ بله. آره. فکرشو میکردم. زنگ نظافته. زنگ نظافت. همه باید خودشونو تمیز کنن ولا غذا نمیدن. آها. چالش میشیم. خواه خدا نگو که بهت نگفتم. هی آقا آقا یه دقیقه بیاین اینجا. بیا اینجا. میگم میخوای یه اتومبیل نو خیلی ارزون بخری؟ ها میخوای؟ آره بابا نوه هنوز هیچ جا شیب نکرده. با چی داغونش کردی؟ با تبر؟ تبر؟ نه بابا این شیبی نداره. جون خودم موتورش دست نخورده. از این ماشین نوه دیروز $800 خریدمش. گوش کن بیا یه کاری بکنیم. من این ماشین خوب و مرتب و $100 میفروشم. چوبارم مجانی میدم. $100 ها؟ آره. آخه من به $100 احتیاج دارم همین الان. چرا اینقدر عجله داری؟ راستشو بخوای یا باید $100 داشته باشم یا میرم تو گداخونه. حالا این ماشین مال خودته؟ من معلومه خیال میکنی میخوام ماشین یه نفر دیگر رو به تو بفروشم؟ از آدمیه؟ درست نمیدونم. خوب میدونه؟ اینه یه قاتل چمار. برو کنار من امتحانش کنم. بفرماییم. خدا حافظ کلانتر. خدا حافظ کلانتر؟ آره کلانتر پاریش؟ آره. اتومبیل منو کجا بودی؟ آقا
اینجا. آقا بشو بچه گوش کن ببین چی میگم. ماشینتون بیرونه. خیلی صدمه دیده. مثل اینکه با قطار تصادف کرده. ولی حقش الان همتونو زندانی کنم. همه یه سر و صدا مال شما جاده تنباکویی است. اما ارزش ندارید دولت خرجتون کنه. همتون هم این همدیگه اید. به درد هیچ کاری هم نمیخورید. Bright in the corner where you are. Bright in the corner. هیش دن یاوله. خیال ندارم به خاطر یه دعوای خونوادگی شام یه شنبه ما به تأخیر بندازم. حالا بزنید به چکمتون. ماشینو بردارید برید به جاده تنباکو. همونجا بمونید. ببینم مگه نمیخوای اونو بندازید تو زندان؟ اگه فوراً نری بیرون میندازمت زندان. اون اتومبیل منو دزدیده. بگو ماشینمو خراب کرد. بیاده شو. آره دیگه به فکر برگشتن سوا شدن نیفت. یعنی نمیخوای منو تا گدا خونم سوار کنی؟ یا آقا این ماشین مال منو بسیه. یه نفرم سوار کردی بسمونه. خب حالا که روتون زیاد شده گم شید برید. از زمین من گم شید. همین روزا زمین تو میگیرن خودتا میندازن بیرون. باسه چی بهشون سنگ انداخت؟ عشبانیم کرده. اون مردک اومده؟ هنوز نه. یه خورده تنباکو هم نتونستی بخری؟ هیچی نتونستم بخرم. ببینم که ارزش بردن داشته باشه. متاسفم بودا. ملامتت نکردم. خب شاید اونجا اوضاع بهتر باشه. شاید اونجا بدتر از این که نیست. جیتر! جیتر! جیتر ببین چی میگم. صبر کن. جیتر صبر کن. من میخوام باهات حرف بزنم. جیتر! نه. جیتر صبر کن. یه دقیقه صبر کن. سب کن جیتر، من این دست کفری نیستم، موضوع پله دوباره گذاشته رفته. پشتو نایمدی بیانا بگنی؟ چرا نمیفهمی؟ پله گذاشته رفته آگستا. چه بلایی سرش آوردی؟ آدم هم با اون دختره هیچ کاری نکردم، فقط با طرف دست پاشو بستم. اونم انگار واسش کرد، آخه دیگه نبینمش. از کجا میدونی که نرفته تو جنگل گذاشته؟ چه گفتم رفته آگستا، جونز پیبادی اونو دیده بهش گفته داری میره اونجا. خدا رو شکر. جیتر تو باید یک کاری بکنی.
همشون هم اینجوری رفتن لا. همه اون لعنتی ها لیزی بل کلارا راست که بخوای اسم همشون یادم نیست، اما همشون همین کاری کردن. اونا همشون فرار کردن رفتن تو کارخونه های پنبه آگستا تا لباس های خوشگل بپوشن و کلا سرشون بذارن. شاید خودش وقت برگرده پیشم، تو فکر میکنی برگرده؟ نه هیچ کارشون معلوم نیست. نه اونا از وضع این جهات دیگه خوششون نمیاد. اونا لباسایی که ننشون میدو خوششون نمیومد، برای همینم هم همشون گذاشتن و رفتن. هرجوری که فکر میکنم میبینم دلم نمیخواست بره. زن قشنگیه، عادت کرده بودم تو ایوون بشینم و موقعی که داشت موهای طلایی و خوشگلشو شونه میکرد تماشاش کنم. یهو به این فکر افتادم که چطور فکر اون از سرت بیرون کنی و به علی می بگی بیاد خونه تو تر خشکت کنه برای قضا بپره. راستش فکر نمی کنم منظره قشنگ تر از چشمای آبی پل تو اوائل صبح باشه. چشماش همیشه قشنگتر، اما خیال نمی کنم هیچ وقت از موقع تو روی آفتاب قشنگ تر باشن. خب علیمه هم باید زن یه نفر بشی، اگه تو حاضر نشی بگیریش من کجا برای شوهر پیدا کنم؟ فکر میکنی اگه پاشم برم آگستا پیداش کنم حاضر میشه با هم بیاد خونه؟ کیپر؟ نه فایده هم نداره، باش در میره. اما علیمه با اون فرق داره. آخه من آدم ممکنه همین چند وقته از اینجا بریم، اون وقتی که کسی نیست مواظب علیمه باشه. You just say the word and I'll have her wash up and cool down. Well, she's mighty old for دیگه ازش گذشته. از تو که نگذشته. جزایی که مادر پل دادم چی میشه؟ عوضش منم علیمه یا بهت میگم. از یه چیزی هم میتونی مطمئن باشی، اونم اینی که اون هیچ وقت فرار نمی کنی. Well, alright. Tell her to wash up. On down. Go get yourself washed up and go down to his house and fix up for بیشون. آخه مگه کوری؟ ببین چه در این سر آتو ببینم آوردی، باید تو رو مینداختم زندون. ببین با ماشینم چی کار کردی، همه چیزش در به داخل شد. آره من مایی چی کار کنم چی کار کنم؟ آقای پین چطور این آقای پین؟ یه لحظه برشون یه لیوان آب بیار. دنبال پول اومده. برو تو جان، تو باشی چه خودتو داخل حرفای مربوط به کارهای بانکی میکنی؟ اول برشون یه لیوان آب بیار. حالتون چطوره آقای پین؟ از دیدنتون خیلی خوشحالم. خوش آمدین. آدا برای آقای پین آب خوردن بیار. زود باش. امیدوارم ترتیب پولو داده باشید آقای لستر. نه قربان، راستشو بخواین ترتیبی ندادم. ببینین آقای پین، راستشو بخواین من تو وضع ناجوری هستم، باور کنید آقای پین. انگار
انگار خدای مهربون دیگه خوش نداره ما تو زمین زراعت کنیم، مگر نه بیشتر از اینا به ما میرسید. وادار میکرد پولدارا سر کیسه رو شل کنن و به ما یه خود پول قرض بدن. آقای پین به چیزایی که تو فکر میکنی اهمیت نمیدن. آقای لستر شما چرا نمیرید آگستا تو کارخونه کار کنید؟ تو کارخونه؟ من نمیرم تو کارخونه های لعنتی، اونجور جا جای زنان. برم اونجور نخ بریزم دوکار رو زیر رو کنم؟ نجونم، من این کاره نیستم. من نمیرم حتی به خاطر هفته 15 دلار. نه این کار من نیست، این کارا من ساخته نیم، یعنی نمیتونم اونجور زندگی ها رو بکنم. همین از زندگی تو گداخونه خیلی بهتره. خیلی خوب باشه آدا، تو برو اونجا سراغ بچه ها. من جلو تو نمیگیرم، جلو تو نمیگیرم، هر جور میگه خودته، اما من نمیام. من بچم فرق میکنه، من نمیام شهر منو دوست نداره، منم شهر رو دوست ندارم، نمیتونم برم رو هوا، باید بام رو زمین باشه. باشه همین میرم گداخونه، اونجا هم رو زمینه هم بیرون شهر. هر جا تو بری منم میام. بلا راستش نمیدونم چی بگم، البته منم از این وضع واقعا ناراحتم، ولی نه زمین مال منه نه بانک، هیچ رایی هم به نظرم نمیرسه. ما تقصیر شما نیست، شما مامور اینم. فردا اول برجه. آره متاسفم. مثل من. خداحافظ. خداحافظ. اگه الان را بیافتیم موقع شام میرسیم اونجا. سوار میشین؟ کاپیتان تیمه؟ سلام کاپیتان تیم. سلام آدم. سلام. یلا سوار شین. یلا سوار شو. سوار شو آدم، بعد از این همه سال آرزو از دلت در بیاد. متشکرم. کدوم طرف؟ حالا داشتیم قدم زنون میرفتیم لادنا. آخه هوا خیلی خوبه. لون خانه؟ تقریبا کاپیتان جیم.
رسیدیم جیتر. ممنون، خیلی ممنون. اما شب کن ببینم اینجا، اینجا که گداخونه نیست. گداخونه تر از اینجا کجا؟ اشتباهی اومدین، اینجا خونه خودمونه. ممکنه، ولی ناچار بودم. از گفتن شبا ندارم، جدا ازم بر نمی اومد، ولی مجبور بودم. اون آقا اومده بود اینجا ما رو بیرون کرد، اگه برگرده ببینه هنوز اینجا هستیم ممکنه بفرستمون زندان. نه بر نمیگرده جیتر، پایین جاده اونو دیدم، باش قرار گذاشتم تو آدا، 6 ماه دیگه اینجا بمونید. خواستم قراره 1 ساله بذارم، اما پولشو نداشتم. یعنی شما اجاره رو بهش دادین؟ آره، من 50 دلار بهش دادم جیتر، اینم 10 دلار دیگه برای اینکه بذر و کود تهیه کنیم. کاری که من کردم اینه که 6 ماه اجاره رو پرداختم. ببینم میتونی این دفعه محصول کش کنی؟ فکر میکنی بتونی؟ جوابشونو بده مرد، نمیتونی؟ میتونی جیتر، برای پدرم کاشی، برای منم بکن. خداوند همیشه مواظب ما فقیر بیچاره ها هست. مواظبش باش آدا، اگه تو هواشو داشته باشی موفق میشه. اشکالی نداره یه خورده تنباکو هم بر من بخره. اگه کمکت میکنه جیتر رو به کار واداری، هر چی میخوای بکن. میدونی میخوام چیکار کنم؟ چارت بزنی. میخوام از هر جریب یه از محصول بردارم. میخوام اول یه قاطر خوب کرایه کنم، بعدشم به اندازه 10 دلار بذر پنبه و کود و تنباکو بکنم. اون زمین ها رو میبینی؟ خیال دارم تمام شاخ و برگا رو بسوزونم و 100 جریب زمین صاف درست کنم. بعدش میخوام اون زمین ها رو شخ بذارم و تا اونجا که چش کار میکنه توش پنبه بکنم. آسمون رو نگاه کن آدا. آره امسال برای کشت و کار سالم سال خوبیه، بعد از اونم نمیدونم چند سال. آره من از بوش میتونم بفهمم امسال برای پنبه سال خوبیه. این کارو کی میخوای شروع کنی؟ خیلی زود، شاید از هفته آینده. با رفتن دود و بلیمه کسی غیر از ما دوتا نمونده. ننه کجاش؟ والا از دیروز تا حالا ندیدمش. خب شاید رفته توی جنگل راشو گم کرده، شاید هم همونجا مرده باشه. تا حالا که اینقدر بیرون نمیموند. دارم یکی از همین روزا میرم دنبالش میگرم. امسال یکی از بهترین سالهای زندگی منه. جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت اینترنتی ایران فیلم مراجعه نمایید.